دنیل آلدن آرمسترانگ، فضانورد آمریکایی، روز 20 ژوئیه 1969 میلادی برابر با 29 تیر 1348 خورشیدی، ساعت 28 دقیقه با فضاپیمای آپولو 11 بر روی ماه فرود آمد. او نخستین انسانی لقب گرفت که پای بر این کره گذاشته است. همزمان که آرمسترانگ از فضاپیما پایین می آمد و بر ماه گام می گذاشت، فیلمش به صورت زنده در تلویزیون های سراسر جهان پخش شد. مردم در سراسر جهان به کمک تلویزیون در احساسات غرورانگیز او شریک شدند. او پس از گام نهادن در ماه جمله بسیار معروفی به زبان آورد. این گامی کوچک برای یک مرد و جهشی بزرگ برای بشریت است. درست همان هنگام که آرمسترانگ گام بر خاک ماه می‌گذاشت، میلیاردها چشم او را همراهی می‌کرد. هر چند فاصله آنها با آرمسترانگ میلیون‌ها کیلومتر بود، اما وسیله تازه ساخته شده این فاصله را کاسته بود. جعبه ای جادویی. تلویزیون یا دورنما به فرانسوی، سامانه ای ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداها از مسافتی دور است. همچنین دستگاه گیرنده در این سامانه تلویزیون نام دارد. از جان لوگی برد، دانشمند و مخترع اسکاتلندی، به عنوان مخترع تلویزیون یاد می شود. گرچه دانشمندان و مخترعان بسیار دیگری مانند پال نیپکو، بوریس روزینگ، ولادیمیر کازمیش زوریکین و فیلو فارندورس از اواخر سده 19 میلادی تا کنون در توسعه و تکمیل فناوری تلویزیون نقش مؤثر داشتند. نخستین نمایشگاه همگانی از یک سیستم فعال تلویزیونی در سال 1926 میلادی برابر با 1305 شمسی در لندن رخ داد. نخستین سرویس پخش برنامه منظم در جهان 10 سال بعد راه اندازی شد. اولین کوشش‌ها برای ایجاد فرستنده تلویزیون در ایران به سال‌های میانی دهه 30 خورشیدی باز می‌گردد. این فرستنده تلویزیونی با نام تلویزیون ایران در 11 مهر 1337 خورشیدی گشایش یافت. دهه 1950 یک دوره زمانی مهم و طلایی در پیشرفت تلویزیون به شمار می‌آید. قیمت دستگاه تلویزیون در این دوره کاهش پیدا کرد. در سال 1322 خورشیدی تلویزیون رنگی و در دو دهه اخیر تلویزیون‌های تخت اختراع شدند. تلویزیون به خاطر ارائه تصویر از رادیو جاذبه بیشتری دارد. بعد تازه‌ای به آن می‌دهد و چشم‌ها را به خود خیره و فهم پیام را آسان‌تر می‌کند. چون تصویر و صدا اطلاعات کامل‌تری به مخاطب می‌دهد. تلویزیون از جهت کنترل و تسلط بر افکار عمومی رسانه‌ای بسیار قوی و مؤثر است. دولت‌ها، به ویژه دولت‌های تمامیت‌خواه و مستبد، به کمک برنامه‌های تلویزیونی سعی در کنترل افکار عمومی مردم خود دارند. ابتدا تنها بدنه چوبی رادیو و تلویزیون در ایران ساخته می‌شد. سرانجام در سال 1341 خورشیدی کارخانجات پارس الکتریک به منظور تولید و مونتاژ رادیو و تلویزیون در ایران بنیان‌گذاری شد. خستین گیرنده تلویزیون رنگی تلویزیون پارس نام داشت. این تلویزیون با سیستم سکام برنامه رنگی پخش میکرد. تلویزیون با پخش اخبار و برنامه‌های گوناگون آموزشی تأثیری مهم در افزایش آگاهی اجتماعی داشته است. از مهمترین برنامه‌ها به پخش مستقیم سفر سرنشینان آپولو 11 به کره ماه در سال 1348 خورشیدی میتوان اشاره کرد. پخش این برنامه رویدادی شگفت‌انگیز و رویایی به شمار می‌آمد. بیشتر مردم در تهران و دیگر شهرها در منزل بستگان و دوستانشان که تلویزیون داشتند گرد هم آمده بودند تا سفر نخستین انسان را به کره ماه ببینند. مسابقه های مشزنی محمد علی کلی از دیگر برنامه هایی بود که جذابیتی فراوان برای ایرانیان داشت. امیر ارسلان نامدار از نخستین سریال‌های ایرانی بود که از تلویزیون پخش شد و هوادارانی فراوان یافت. تلویزیون همچنین توانست به ابزاری مهم برای سرگرمی بدل شود و ذائقه همگانی مردم را در این زمینه‌ها دگرگون کند.
دو سیستم مختلف پخش برای برنامه‌های تلویزیونی وجود دارند. سیستم پخش ویدیویی، آنالوگ و دیجیتالی. سیستم‌های دیجیتالی دارای فرمت‌های مختلف می‌باشند. فرمت کیفیت بالا یا HD، فرمت کیفیت بالا کامل یا HD فول و جدیدترین فرمت آن دیجیتالی کیفیت بسیار بالا یا UHD می‌باشد که به ترتیب کیفیت وضوح تصویر آنها چند برابر افزایش پیدا می‌کند. در بازار مدل‌های مختلفی از تلویزیون‌ها وجود دارد که به نوعی با نمایشگرشان مشخص می‌شوند. این تلویزیون‌ها با توجه به پیشرفتگی نمایشگرشان به ترتیب از نوع لامپ تصویر کاتودی، پلاسما از انواع LCD، LED و پیشرفته‌ترین فناوری نمایشگر تلویزیون به نام OLED می‌باشند. این نمایشگرها به نازکی یک ورق کاغذ که چند صد گرم بیشتر وزن ندارند می‌باشند. همچنین برای تماشای سه‌بعدی تصاویر و برنامه‌ها نوعی ویژه‌ای نمایشگر تولید شده است. بیشتر این نمایشگرهای سه‌بعدی نیاز به عینک ویژه برای دیدن سه‌بعدی برنامه‌ها دارند. تلویزیون‌های دیجیتالی کیفیت بالا در حالت عادی فقط طول و عرض دارند، اما این نمایشگر سه‌بعدی به آنها بعد سوم یعنی عمق هم می‌دهد. امروزه تجهیزات جانبی بسیاری برای تلویزیون وجود دارد که شامل کنسول‌های بازی‌های رایانه‌ای و ویدیویی و ضبط کننده ویدیو کاست می شود. بازار وسایل جانبی به رشد خود همگام با توسعه فناوری‌های جدید ادامه داده است. امروزه تلویزیون در تمام دنیا رسانه‌ای با بیشترین مخاطب است. بر طبق پژوهش‌ها به طور میانگین 1/4 از وقت بیداری مردم در پای تلویزیون می‌گذرد. نسل گذشته و فعلی تلویزیون‌های خانگی نقش پخش برنامه‌های متمرکز و فراگیر برای همه مخاطبین را داشته و دارد. مخاطب برای تماشای برنامه مورد علاقه خود هیچ انتخابی به جز تغییر کانال‌های موجود ندارد. با پیشرفت و رشد روزافزون فناوری در دنیا، نسل آینده تلویزیون به سمت تلویزیون هوشمند و در نهایت به سمت پیاده‌سازی خانه هوشمند در حرکت است. تلویزیون‌های هوشمند مانند تلفن‌های هوشمند، امکان تماس با اینترنت و استفاده از سرویس‌های آنلاین ویدیویی و شبکه‌های اجتماعی و غیره را دارند. تمام فلسفه هوشمندی در این است که شما را بیشتر پای تلویزیون بنشاند. با این روش هر تلویزیون خانگی بر اساس سلیقه، علاقه، تخصص و فضای فکری بیننده خود محتوای ویژه به او را نمایش خواهد داد. هرچه رنگ تیره تر، استفاده از تلویزیون در آن مناطق بیشتر می باشد. از زمان راه اندازی تلویزیون‌های تجاری در ایالات متحده آمریکا در سال 1940 این تلویزیون‌ها بیشتر جهانگیر شدند. روش‌های عمومی برای فروختن محصولات از هر نوعی به ویژه کالاهای مصرفی از روش تبلیغات تلویزیونی رواج یافت. تهیه آگهی‌های تجاری در دنیای امروز صنعت سودآوری می‌باشد که به رسانه‌ها از جمله تلویزیون وابسته می‌باشند. پا به پای رشد فرهنگی و تأثیر فرهنگی تلویزیون در جامعه و خانواده، گفتگو در میان قانونگذاران، دانشمندان و والدین در مورد کیفیت و تأثیر وسایل ارتباط جمعی بالا گرفته است. برای مثال، دولت سوئد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کلی برای آگهی برای بچه‌های پایین‌تر از سن 12 سالگی در سال 1991 وضع کرده است. سر میزان و نوع تأثیرات فرهنگی تلویزیون دیدگاه‌های متفاوتی بین پژوهشگران وجود دارد و تحقیقات پژوهشی سر آن همچنان ادامه دارد. هر کشور در جهان اکنون در عمل دست کم یک شبکه تلویزیونی را راه اندازی کرده است. صنعت تلویزیون اکنون در تمام جهان رشد داشته است. پیشرفت‌های فناوری باعث شده راه اندازی شبکه‌های تلویزیونی خیلی راحت‌تر و کم هزینه تر صورت بگیرد. همین امر باعث شده جنبش های گوناگون اجتماعی و اپوزیسیون ها توانایی این را پیدا کنند تا صدای خود را به افکار عمومی برسانند و باعث تاثیرگذاری و تغییر در جوامع خود شوند. دیگر قدرت های حاکم
در عرصه‌های کشوری و جهانی تنها صدای حاکم نیستند. در یک کلام میتوان گفت تلویزیون با قدرت بیشتر و اثرگذاری بهتری که نسبت به دیگر رسانه‌ها دارد، توانسته است با انتقال اطلاعات و آگاهی تغییرات بنیادینی در امور اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی به وجود آورد. البته باید دید امروزه که اینترنت و فضای مجازی به سرعت در حال پیشرفت است، آیا در مسیر زمان تلویزیون رو به فراموشی نخواهد رفت؟ واقعیت این است که تحولات فناوری و ادغام تلویزیون‌ها با اینترنت و شکل‌گیری تلویزیون‌های هوشمند چشم‌اندازهای تازه‌ای پیش روی صنعت تلویزیون گشوده است. اما آینده همه چیز را روشن خواهد کرد.